روزنامه العرب اليوم چاپ اردن در گزارشی از تحولات عراق و پیامدهای کشتار هویج نوشت ارتش مالکی نیروهایش را برای مقابله با نیروهای مسلح عشایر تقویت میکند تا به گفته مسئولینش عملیات پاکسازی را آغاز کند. در همین حال نیروی پشتیبانی نظامی از ارتش مالکی در منطقه قره تپه مورد حمله افراد محلی مسلح قرار گرفت و 3 خودروی نظامی به آتش کشیده شد. العرب اليوم افزود همزمان با افزایش بحران در عراق، دکتر رافع الرفایی مفتی دیار عراق به بازگرداندن پناهندگان ایرانی مستقر در قرارگاه لیبرتی به اشرف فراخوان داد و اعلام کرد ما به کسانی میپیوندیم که خواستار بازگرداندن این پناهندگان به کمپ اشرف و تامین امنیت برای آنها هستیم. رفایی افزود عرب از پناهندگان حفاظت میکنند و حملات علیه آنها را نه انسانیت و نه عرفهای عشایری تایید نمیکنند. آیت الله سید حسین الصدر مرجع دینی عراقی ریختن خون عراقیان را حرام اعلام کرد و بر ضرورت افشای کشتار هویجه تاکید کرد. به گزارش از شرقیه آیت الله سید حسین صدر نسبت به برخی دست‌ها که خواستار کاشتن بذر فتنه و فروپاشی وحدت مردم عراق هستند هشدار داد و گفت ارگان‌های مسئول باید برای همه مردم در کمال شفافیت و وضوح مشخص کنند که در کشتار هویجه چه کسی متجاوز بود، نه اینکه موضوع به صورت مبهم باقی بماند. انفجارهای تروریستی در عراق ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. الجزیره به نقل از رویتر خبر داد بر اثر انفجار 3 خودروی بمبگذاری شده در عراق دست کم 11 نفر کشته شدند. تلویزیون تغییر گفت بر اثر انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در مرکز شهر العماره بیش از 20 تن کشته و مجروح شدند. انفجار 1 خودروی بمبگذاری شده در شهر دیوانیه نیز 5 کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری نینای عراق، لیست متحدون به ریاست اسامه نجیفی خواستار بسته شدن تلویزیون العراقیه وابسته به حکومت مالکی به خاطر تحریک به فرقه گرایی علیه مردم عراق شد. لیست متحدون از تصمیم معلق کردن فعالیت چند کانال تلویزیونی ماهواره‌ای در داخل عراق ابراز شگفتی کرد و گفت هیئت تبلیغات و ارتباطات تبدیل به ابزار مطیعی در دست حکومت مالکی شده است، برنامه‌های دولت را اجرا می‌کند و تمایلات بیمارگونه دولت را به پیش می‌برد. در همین رابطه تلویزیون تغییر خبر داد رژیم تهران توجه بسیاری به تصمیم سازمان تبلیغات مالکی نشان داد و خبرگزاری مهر رژیم ایران این تصمیم را در بخش‌های خبری خود برجسته کرد. بنا به این گزارش روزنامه‌نگاران عراقی بعد تغییر گفتند تصمیم ممنوعیت بیانگر سیاست عقب مانده گروه مالکی و حزب الدعوه است. روزنامه‌نگاران بعد تغییر گفتند کانال‌های ملی عراق که ممنوع العمل شدند حقیقت‌ها را منتقل می‌کردند که طرفداران نفوذ رژیم ایران را ناراحت کرده است. دکتر ظافر العانی از رهبری متحدون گفت هیچ حاکمیتی نمی‌تواند از رسیدن حقیقت و صدای مظلومین جلوگیری کند. شوان محمد طه عضو کمیسیون امنیت پارلمان عراق به روزنامه بغداد گفت نیروهای ویژه سرکوب مالکی به نام سوات به طور مستقیم به دفتر نخست وزیر وصل هستند و دستورات خودشان را از سپهبد فاروق الاعرجی و معاون اول وزارت کشور عدنان الاسدی دریافت می کنند. آنها دارای سلاح‌ها و تجهیزات نظامی پیشرفته و خودروهای مدل جدید هستند. به گزارش تلویزیون از سومریه، حکومت مالکی برای تهدید استان‌های بپاخواسته اقدام به بستن گذرگاه خاکی تریبیل با اردن کرد. بسته شدن این گذرگاه از صبح روز سه‌شنبه شروع شده و به مدت 48 ساعت ادامه خواهد داشت. دکتر عبدالله العزاوی تحلیلگر سیاسی از تکریت گفت بعد از جنایت زشت کشتار در هویجه عکس العمل طبیعی قیام کنندگان در میدان عزت و شرف رفتن به سمت جهاد بود تا خدا آنها را پیروز گرداند. آنها میگویند با حکومت مالکی در جنگ هستیم و نفرات و تجهیزاتمان برای بغداد آماده میشوند.
گزارش پزشکی قانونی در کرکوک فاس ساخت که یکی از شهیدان کشتار هویجه در میدان تحصن اعدام شده است و سپس تحویل پزشکی قانونی در کرکوک داده شده است. فلاح حسن زیدان نماینده مجلس از لیست العراقیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت دکتر عامر محمد الدوری استاد اقتصاد در دانشگاه تکریت و کسی که عکس او در رسانه ها توضیح شده زنده بوده ولی توسط افراد حمله کننده به میدان دستگیر شده و بعداً جسد بیجان او را ارتش به بیمارستان تحویل می دهد. تلویزیون شرقیه گزارش داد در نگرانی از اقدامات مالکی و بحران فزاینده در عراق، جامعه عرب به دنبال تعیین یک نماینده بین المللی مشترک برای عراق است. او همانند اخضر ابراهیمی که نماینده مشترک در موضوع سوریه است خواهد بود. از شرقیه گفت منابع دیپلماتیک عربی بین المللی گفتند همکنون مشورت ها در این مورد در جامعه کشورهای عربی در حال انجام است. این اقدام بعد از تحولات خطرناک و سریع عراق و بعد از حوادث خونینی است که در عراق جریان داشته و بحران در این کشور ادامه دارد.